أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. وقال النبي، توجه به موقعیت هاست. جلوس ساعت عند العالم فی مذاکره العلم احب الی الله من مئت الف رکعه تطوعا. یک ساعت که انسان برای مذاکره عرض می شود، ما در صرف خوندیم فرق بین باب مفاعله با باب تفاعل. تشارکه معلوم نیست که اول کی ابتدای به شرکت کرده، ولی در باب مفاعله معلومه که اول کی ابتدا کرده و دوم کیه. این فرق بین باب مفاعله و باب تفاعله. جلوس ساعت عند العالم فی مذاکره العلم احب الی الله. برای مذاکره علم یک ساعتی انسان در نزد عالم عرض می شود، حاضر بشود، این محبوب تر است در نزد پروردگار از 100,000 نماز مستحب. اگر این روایت پیغمبر نفرموده بود اعتقاد می کردی. حالا باز بعضی ها مثلا فرض بفرمایید در ماه رمضان که واقعا خب اصلا دنیا دار و تجاره است، اونجا داره صحبت میکنه و بهترین صحبت ها رو من باب اتمام حجت نسبت به مردم میخواد در ماه رمضان بگه، اتمام حجت بکنه، اونم میشه نافله میخونه. به اون ناشیه ثواب یک حدیث گوش کردن احب الی الله از 100,000 رکعه تطوعا، 100,000 رکعت نماز مستحب. چیکارش میشه کرد؟ صحبت بنده اول توجه دادن آقایان است به موقعیت های خودشون. همین در نزد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردند یا رسول الله، دو مرد است، دو نفرن، یکیشون نماز مکتوبه یعنی نماز واجب رو که خواند، یجلس و و یعلم الناس. در عمره که بنده رفته بودم، رفتم در جده ببینم اینا چجوری، به محض این که نماز تمام میشه امام جماعت پشت به قبله رو به مردم موعظه میکنن، یکی دو تا روایت میخونه، همه میشینن گوش میدن، بعد که تمام شد میرن. آقا حالا کانه، چون به روایات نبوی اونا عمل میکنن، کانه احدهما یصلی المکتوبه، نماز واجب رو میخونه، و یجلس و یعلم الناس، دیگری چی کار میکنه، و کان الاخر، آخر مقابل آخر ددشون. آخه این رفقای ما اهل علم هم، باید نکات ادبیشون هم بگیم. آخر، آخر مقابل اوله، آخر یعنی دیگری. و کان الاخر و یصوم النهار و یقوم اللیل، شب نماز شب میکنه، روزم روزه میگیره. قال فضل الاوله الاسانی، مثل فضل من از نسبت به ادنای مردم، قابل قیاسی. قائم اللیل و
صائم النهار اما عین التراب و رب الارباب. پس بناهن علی هازا این حدیث اول رو من تمام نکردم، رفتم سر حدیث دوم، عیبی نداره. پس یک ساعت در نزد عالم برای مذاکره علم محبوب تر است از 100,000 نماز مستحبی و 100,000 تسبیح از 100,000 تسبیح. خب عرض می شود حالا چیکار باید کرد در این ماه؟ خب اینجا تا حدیث قشنگی برداشته نوشته است: انا جلیس و من جالسنی و مطیع و من اطاعنی. اون چیزی که واقعا من میخواستم این درس رو بگم، چشمم به این حدیث افتاد، گفتم خب این رو عرض میشود، خب همه شو بگیم که بعضی رفقا خوب شیرفهم بشن. خب این ملک دایی که در آسمان هفتم است به امر پروردگار این ندا رو هر شب تا صبح این ندا رو میده: خوشا به حال ذاکرین. مرحوم آقای کمپانی با آقای آملی و بعضی از آقایان گفتن ما وقتی که شب ساعت استراحت فرا رسید ما همه شام خوردیم و خوابیدیم. اما خب آقای آملی یه اهل ذکرم بودن، مثلا در هنگام خواب تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها، آمن الرسول که آخر سوره بقره، 11 تا قل هو الله، هر کس بخواند دوز نمیاد. اثر 11. حالا چرا 10 تا نگفته 11؟ پشت آینه توتی صفت هم داشته ان اون که استاد ازل گفت بگو میگویم. 11 تا فرمودن. یه آیت الکرسی هم یا الله آیت الکرسی خوندن، 10 دفعه بهتون عرض کردم. خب حالا این آقای خاموشی خدا حفظش کنه، البته پدرشون فوت کرد، بسیار آدم مهذب خوب، گفت منزل ما در خانی‌آباد بود، میخواستیم بریم مشهد مشرف بشیم، درهای اتاقا رو گفتم نمیخواد بابا جون ببندیم، نمیخواد قفل کنیم، اگر دوز بیاد. این قفلا که چیزی نیه عزیز من، یه دونه چیز میندازه و قفلا رو میشکنه میندازه میره اونجا. به عقیده من این است که شما درها رو قفل نکنید، بذارید من یه آیت الکرسی بخونم. حالا این روایتش هم شما گوش بدین بعد می، یک آیت الکرسی 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا، 5 تا آیت الکرسی در روایت داره. اون که شما خوندین زامنه حفظ اساس شما پروردگاره. تا 5 تا نشده ملک زیاد میشه، 4 ملائکه ملائکه ملائکه، و مخصوصا کسی که سوره یاسین بخواند در شب 1,000 ملک او را تا صبح در تحت حفاظت خود قرار میدن. خلاص عرض میشه که گفت ما رفت، گفتم در اتاقا رو باز بذار، 5 تا آیت الکرسی خوندیم فوت کرد رفت.
در خونه رو بستیم رفتیم مشهد، به کسی هم نه. وقتی برگشتیم دیدیم که با زغال سینه دیوار نوشتن ای صاحب خانه. ما 11 تا دزد بودیم، 5 تا 6 تا بالا پشت بون، 5 تا پایین، که اساسیه رو جمع کنیم و با تناب بدیم بالا. نمیدونم تو چی کار کردی که ما نتوانستیم دست به این اساس های تو اتاق. یه سلوات خوشانون که الله یارشون بی، به حمد و قل هو الله کارشون بی. خوشانون که دائم در نمازن، بهشت جاودان بازارشون بی. اینا همینطورن. نظائرشم گفتم، اون قضیه که صاحب عرض می شود تفسیریست که حتی سنیام نقل کردن، که اون عرض می شود اون زن مقدسه نماز شب می کنه، خب نماز شب یه قدری کرد خسته میشه، میخوابه. وقتی خوابید دوزه میاد جمع میکند اساسیه این خانم رو و در یک چادر شبی قرار میده، میخواد ببره، در رو گم میکنه. در رو بابا در دیگه زدشون تو کتاب نوشته شده دیگه. در رو باز اساسیه رو میذاره، باز بلند میکنه، در رو باز میکنه، باز میخواد بره در دیواره. تا 3 مرتبه ظاهرن ندا میاد زعل قماش، بزار قماش را، اگر حبیبه ما در خواب است ما بیداریم، اگر تو آخر هر چند ساعت تو این کار بکنی در دیوار، دیوار در. وقتی میگذاشت دیوار مشهود بود، وقتی میخواست بره عرض میشود میدید دیواره، بالاخره گذاشت و رفت. خب حالا این خیلی مهمه، مطیع و من اطاعنی، کسی که ملک و ملکوت در تصرف اوست، من اطاعت میکنم کسی را که از من اطاعت میکنم. و این من احمق الهمقا من اتبع نفسه هواها و تمنا علالله الامانی. اون احمقترین مردم اون کسی است که هوس‌ها رانی‌های خودش را متابعت می‌کند و بیا ببین چه عریض و طویل خواهش‌هایی از پروردگار داره. یک صلوات بفرست. هر کس طلب آمرزش کند، چون اون سینه استغفره برای طلبت طلب بکند، من میامرزم او را. شهر شهر من است، شهر الله، عبد هم عبد من است. عبد تو خود عبد عبودیت به بون از آمال نفسانی داد عرض می شود دنوب، یعنی نزدیک شدن به مقربات. و رحمت و رحمتی فمن دعانی فیها زشگه، هر کس مرا بخواند البته اجابت می کنم.
اما حواسش اون وقتی که دعا میخونه جای دیگه نباشه. و من سألنی اعطیته، سوال بکند اعطا میکنم خواسته او را. و من استهدانی هدیته، ولی بنده عقیدم این است که اون هدایت خاصه را از پروردگار بخواهیم که ایصال به مطلوب عزیز من، دستتو بگیرن از اینجا ببرن حضرت عبدالعظیم علیه السلام و سلام، نه اینکه ارائه طریق بکنن از اینجا برو اون سر قبر آقا و از اونجا راست برو از اونجا برو. عرض می شود جوان مرد قصاب و عرض می شود که آب متکا و امامزاده عبدالله برو. اون یه ارائه طریق است، یکی هم دست گرفتن شما. و من استهدانی هدیته، البته ایصال به مطلوب را پروردگار عزیز از تو میخواییم. و جعلت هذا الشهر حبلا بینی و بین عبادی، فمن اعتصم به وصل الیه. این ما یه ریسمانیست که انهو باید احترام بگذاری عزیز من. هر رفیقی که مانع است رفیق و ولش کنی، هر چی که مانع است رها کنی، مردونه بیایی و هلمو الی کرامتی و معانستی و اطاعتی، بیایید مردم با من معنوس بشید. هلمو الا معانستی، بیایید با من معنوس بشید که من خدای شما هستم، اطاعت من رو بکنید. آنسو بی و آنسو کن، با من معنوس بشین، منم با شما معنوس میشم. به پیغمبرا پروردگار سفارش میکرد که اول کاری که میکنید بندگان من رو با من شما رابط بشید. آخه این دلال تو بازار رابطه دیگه. آی انبیا شما هم رابط بشید، بندگان من رو با من رفت بدید، من بندگانم رو دوست دارم. لو علم المدبرو کیفش بیاخیده، اگر اونهایی که به من پشت کردن بدانند که من چقدر با اونها اشتیاق دارم. نازر کنی به ناز تو ما را اشتیاق، معشوق ناز کش که بود غیر من تو را. لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بهم لما تو شوقم، از زور عشق نمیرم. ای داد فریاد، همون که عرض کردم رو آر سوی ما که به سوی تو رو کنی. و از غیر ما اگر اوسا تصدیق کرد که این اقبال تو اقبال به پروردگار نیست، و از غیر ما به سوی تو رو آورد بلا، انواع بلیات به تو توجه می کند. هلمو الی کرامتی و معانستی، آنسو بی اسار الی محبتکم. من سرعت می گیرم، اگر یک قدم به سمت من بیای ده قدم به سوی تو میان. فرماید نسألو که ایها الملک، اسأل ایها الملک الهنا جل جلاله ان یوفقنا لاجابت هذه الدعوة العظمى و کرامت لطفا. ای ملک دایی، ما یه خواهشی میکنیم
از تو خواهش میکنیم، آبرو نداریم که پیش خدا دست دراز کنیم. این که تو ملکی، فرشته پروردگاری، تو از پروردگار بخوایی که آبرو داری، این که ما را برای اجابت این دعوات تو که انا جلیس و من جالسنی، مطیع و من اطاعنی، غافر و من استغفرنی، به اینها ما را موفق بکند و لباس کرامت بپوشاند. پروردگار ما را بیامون، پروردگار و مرزای مسلمین رو در بیمارستان ها، کوچه، بزرگ، زن، بچه، مرد، همه را مورد شفای خودت عاجلا قرار بفرما. لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه و سدد السنتنا بالثواب والحکمه. اللهم اجعل ثواب مجلسنا و ثواب منطقنا رضاک والجنه. پروردگار عزیز، اسلام و اسلامیان رو یاری بفرما، حوزه های علمیه را تأیید بفرما، علم کفر را سرنگون بفرما. پروردگارا تو را به اسمت زهرا سلام الله علیها، ما را، رفقای ما را، این جوانها را از برکات این ماه به احسن بعد برخوردار بفرما. پروردگارا از برکات و نعمت وجودی امام زمان صلوات الله و سلامه علیه ما را برخوردار بفرما. اموات و رفتگان ما را از این مجلس با شکوه ثوابی نصیب بفرما. ای دل قبول من فل عبد